یه عکس از امیر کبیر ما گذاشتیم، خیلی از دوستان تو کامنت پرسیدن آقا امیرقادر توضیح بدید جریان این عکس امیر کبیر. این عکس رو ما قرار دادیم به طنز، عکس طنزی هست. خب خیلی هایی میان میگن شما که مخالف واکسن هستید همون کسانی هستید که امیر کبیر به خاطر شما گریست و امیر کبیر تلاش کرده بود که واکسن بیاره و اون زمان هم شما و آخوندها نمیخواست. آخوند که الان اومده دنبال واکسن زدن همه است. خب مشکلتون چیه دیگه؟ این حرفو نمیزنن، ولی یه دو تا حرف دیگه دارن. یکی شما باعث شدید که کرونا بمونه، یکی هم شما باعث شدید که امیر کبیر گریه کنه. اون زمان هم مردم ما موش آزمایشگاهی کرده بودن. تو مردم ما یک کشور بیشتر آفتابی، یک کشور تقریبا فصل‌هاش سر جاش، مثل خیلی کشور، مثل انگلستان نبوده که آقا یک ثانیه آفتابیه، یک ثانیه بارون میاد، یک ثانیه برف میاد. بیشتر بارون نمدونی هست این انگلستان. کشور چهار فصل، کشور درست، بیماری خیلی کم بوده، بیماری‌های واگیردار. مردمان ما رو آلوده کردن با آبله از انگلستان، بعدم آوردن رو مردم ما تست کردن. مجری اجراش کی بود؟ آقای امیر کبیر. خود این آقای امیر کبیر هزاران تن از هموطنان بهایی رو هم کشته. خیلی خیال نکنید که هر چیزی که آخوندها طرفداری میکنن ازش و خیلی ها برا ما بزرگ کردن، خیلی آدم خوبی بوده. نه، همه چیز رو منصفانه نگاه کنید به قضایا. آقای امیر کبیر از دست شما گریه کرد، مهدی میرقادری گریه کرد که کرد به جهنم. کاری که درست هست رو باید به مردم بگیم که انجام بدن. اون زمان هم یه عده به هوش اومده بودن احتمالاً که نمی‌رفتن واکسن بزنن. هر کاری امیر کبیر می‌کرد، حتی پولی کرده بود. پولی کرده بود که بیاد واکسن بزنید، اون موقع آبل کوبی کنید در واقع. و مردم نمی‌رفتن. فهمیده بودن داستان چی. میگه آقا من که سالمم، نسلم سالمه، برای چی برم آقا ماده‌ای رو به خودم بزنم؟ مثل الان دیگه. مثل الان امیر کبیر به خاطر شما گری کرد. کرد که کرد، چه کارش کنم؟ بعد اینا همه بیماریاشون رو از انگلستان و اون اروپا ور می‌داشتن می‌بردن، مثل پتویی که توش طاعون و سرخک می‌کردن می‌دادن سرخپوستای بیچاره رو می‌کشتن، زمین‌هاشون رو می‌گرفتن، برای مردم ایران هم می‌آوردن. اینقدر بی‌شرف هستن این بعضی از این مردمان مغرب زمین واقعاً. البته مشرق زمینی هم همچین دسته گلی نیستن ها. چینی هم از یه طرف خباست های خاص خودشون رو دارن، ولی این داستان آبل کوبی و آبل و امیر کبیر گری، اصلا برید تاریخ واکسیناسیون میبینید که واکسیناسیون زمان امیر کبیری که میگن واکسینه میخواستن بکنن و اینها اصلا نبوده. مردم ایران رو تاونی میکردن و آبلهی میکردن و هر بیماری هایی را از اونجا میآوردن، بعدم موش آزمایشگاهی میکردن روشون آزمایش میکردن. این حقیقتش این هست دوستان. حالا میخواید برای شما قهرمان ساختن، قهرمانتون تخریب میشه تو ذهنتون، دیگه اون داستان دیگریست. رستم بانو میگوید به درک گریه کرد. خب دیگه ما همینو میگیم دیگه. رستم بانو نوش میگوید هنوز زمستون ها بچه ها تو مدارس در انگلستان شپش میندازن. بفرمایید نوش عزیز. چندین بار به انگلستان سفر کرده، اونجا مسلط هست، خودش معلم هست، میشناسه اینا رو دیگه. مهدی میرقادری نمیگه از خودش، یه نفر میگه که اونجا رو دیده بوده و این داستانها رو کامل مسلط هست. ما حرفی از خودمون نمیزنیم دوستان. یه چیزایی که میگیم بهتون سری ناراحت نشید، چون حقیقت بعضی ما اولش تلخه، بعدی دیگه عادت میکنید. وقتی عادت کردین میبینید چقدر شیرین بوده این داستان که ما مقاومت کردیم جلوش.